خوش است که امروز جوانان و نورسان ما معرفگر وطن محبوبمون، پرچمبردار کشور عزیزمون و افتخار دولت و ملتمون در سطح جهانی میگردند. ما از آن همین گونه خوشی ها باید حرف زد. درود دوستان عزیز، تماشابینان خیلی گرامی قدر تلویزیون سفینه. با مقصد معرفی دستاوردهای باز یک نفر جوان فعال کشورمون پیشنهادتون میکنیم نشر نوبتی برنامه جهان زبرا. و الان در مهمونی ما حضور دارد یک نفر ورزشگری جوان و موفق کشورمون محسن ملاجانوف. خوش اومدید به برنامه ما. احمد برای تقریب سلام آل باشید. خوب محسن، ما آگاهیم که شما در چی قدر مسابقات چی سطح جمهور و چی سطح بین الملل شرکت کرده عنوانهای زیاده با دست آوردید. سلام میخواستیم در باره فعالیت ورزشی شما یک کم حرف بزنیم، یعنی چگونه شروع شد، از کی بود و از چند سالگی شروع کردید مشغول شدن با نوع ورزشی تایکواندو ایتیف رو؟ در تایکواندو ایتیف از سینی 4 سالگی هم مشغول میکنم. یکم استادی من دیدشت سایفیدین بودن. گفتید که از 4 سالگی، یعنی خورد بودید. در این سین و سال ها عادتا کودکان در کوچه ها بازی میکنند، با فوتبال نمیدونم، با لانکا بازی، این گونه حالت ها مثلا در حیات ما هم هست. ولی چی سبب شد که شما ماست نوعی ورزش تایکواندو رو انتخاب کردید؟ شاید یک نفر رو دیدید که با تمرین میرفت، یا اینکه پدر و مادر شما رو راهنمایی کردند که به این نوعی ورزش مشغول شوید؟ برادری من به این نمودی ورزش مشغول میکرد و او را ما رو گرفت و به این نمودی ورزش بود. یعنی خودتون شوق و ذوق داشتید؟ بله. شما این حال چند سال دارید؟ 23 سال. 23 سال. یعنی محسن گفتانید که شما دوامی 19 سال می شود با نوع ورزش تایکواندو و ایتیف مشغول هستید. بله. این خیلی هم مسئولیت گران، مسئولیت وزنین رو طلب می کند، زیرا ما می دونیم که اکثریت جوانان، اکثریت نورسان در دوامی علاقه در روز در روز 5 سال ورزش رو ترک کردن، یعنی تا به آخر نرفتن. این خیلی هم افتخار بزرگ است، شرف بزرگ است که مثلا یک نفر جوانی فعال کشورمون توانسته است 19 سال و شاید نفرانی باز پیدا بشوند که از شما زیادتر در نوع ورزش تایکواندو ایتیف عموما در دیگر نوعهای ورزش استودگری کرده مشغول تمرین میکنند. و فکر میکنم ماست انا همین سالیانی دراز مشغول شدن به ورزش است که انسان را مشرف و کامیاب و موفق میگرداند، نه فقط در داخل کشور بلکه در سطح جهانی. آفرینش شما، تحسین به شما. خوب در کدام تالار مشق و تمرین میکنید این حال؟ با کی؟ ما در مؤسسه دولتی تایکواندو ایتیف ویتیف تمرین ها میگذاریم. تمرین هایتون چگونه میگذارند؟ تمرین های ما از ساعت 5:30 سر میشد. هر بگاه؟ هر بگاه تا ساعت 8 دوام میدید. با ما چمپیون های جهان مشق میکنند، گدایف بهرام، زریپوف سوروب، ابراهیموف سیاووش. مربی ما اورون فرخاد میباشد. خوب در همین مدت 19 سالی که شما تمرین کردید، اگر یکان 5 سال 6 سال اول تمرین رو از نظر دور بکنیم، یعنی اون وقت شما نورس بودید، اون وقت شما شاید باز فکرتون در چند چیز دیگر مشغول بود، در نظر دارم شاید بازی های نزدیک کوچه، نزدیک حوالی رو، باز چی شما رو هوسمند میکرد که در آن همین نوع ورزش استودگری کنید؟ بله، همین یا 3-4 سال پیش من این نمودی ورزش رو بس کردنی بودم، از سبب که پدر و مادر مجبور کردن دوام دادم. بله، من هم میخواستم که دیگر نمودی ورزش مشق کنم، فوتبال دیگر نموداشم، پدر و مادر مجبور کردن که همین نمودی ورزش را دوام دهم. ممکن همین سبب شد که من چمپیون جهان شدم. یعنی تا آخر نمیخواستید به نوع ورزش تایکواندو مشغول بشوید؟ حتی که انا همون عنوانهایی که از سطح جهانی گرفته بودید، اونها هم شما رو باز نمیدوشتند که ترک ورزش تایف کنید؟ 3-4 سال پیش من در مسابقه های بین المللی اشتراک نمودم، صاحب جای های نمایان گشتم، عنوان های بین المللی گشتم. بعد از همین
حواسی من به این نمودی ورزش زیادتر شد. بهترین. یعنی مسابقه های سطح جهانی باز حواسمندی هر یک ورزشگر رو زیادتر میکند که در آن همون نمودی ورزش استادگری کند و تا با آخر مشق و تمرین کند و مثلا در مسابقات چه سطح جمهور و چه سطح جهانی اشتراک بکند. بله. خوب محسن. اولین مسابقاتون در سطح جمهور کی بود که مثلا شما اونجا اشتراک کردید و جای اول رو گرفتید؟ این گونه عنوان دارید چمپیونی تاجیکستان؟ بله دارم. این 2008 سال بود. من 8 سال مشق کردم بعد چمپیونی تاجیکستان گردیدم. این کدام سال بود؟ این 2008 سال بود. ذوق مشقونی بسیارتر شد. من 5 تا رقیب داشتم. در همون مسابقه که برای مثلا کسب کردن عنوان چمپیون تاجیکستان رو هندوز شده بود. بله. یکم رفیقم رو 4-0 مغلوب کردم. دویم رقیبم رو 3-0 مغلوب کردم. کم تر قین تر غلطید. بعد از اون دو رقیب دیگر رو مغلوب کردم و دور فینالی رو خط یافتم. در اونجا مشرف شدید با عنوان چمپیون تاجیکستان. بله. بهترین. خوب محسن بیاد الان یک نوار تماشا میکنیم از مسابقاتی که شما در آن اشتراک کردید. پس اون با صحبتمون رو ادامه میدهیم. بعد از چند لحظه برمیگردیم. ما رو همراه باشید. شنوندگان عزیز برگشتیم سری صحبتمون همراه ورزشگر جوان موفق محسن جان ملاجانوف. خوب محسن از نوار دیدیم که چگونه مثلا ورزش تایکواندو هنر و مهارت بلند رو از هر یک ورزشگر تقاضا میکند، یعنی هر یک ضربه اصول و تاکتیکای خود رو دارد. لطفا بگویید که از همه مثلا انا همون اصول، از انا همون تاکتیکای معروفی که در تکواندو ورزشگران استفاده میبرند چی نام دارد و چگونه است؟ این ضربه با پا میباشد، نام دارد یوبچگی. این در یک پا میستایی و دویم پا ضربه میزنی. این همون از همه اصول معروف در تایکواندو. بله. این طیف است. یوبچگی گفتید؟ بله. این از کدام زبان است؟ این زبانی کره‌ای میباشد. خوب، یعنی آن همین نوع ورزش تایکواندوی طیف هم از کره، کشور کره سرچشمه میگیرد؟ بله، کره شمالی. خوب محسن، از مسابقه که برایتون خاطرمان‌ترین بود و به شما یک عنوان بلند هم داد، عنوان افتخاری در کشورمون، این چمپیونت جمهوری تاجیکستان بود که شما در آن چمپیونی جمهوری گردیدید. اون هم سال 2008 گفتید. بیاید اکنون صحبت بکنیم درباره مسابقه هایی که در سطح جهانی شروع کردید، یعنی بیرون از کشور رفتید و شروع کردید، با رقیبانی که از دیگر کشورها بودند سبقت کردید، اون هم به خاطر اون که تاجیکستان رو معرفگر باشید، یعنی جایهای نمایان رو، جایهای یکم رو بگیرید و
و پرچمبرداری ملت بشوید. به در برای آن همین موضوع صحبت میکنیم. کی بود اولین مسابقاتون که در سطح جهانی شرکت کردید؟ 2018 سال بود. من در جام جهان اشتراک کردم. جای دوم رو اشغال نمودم. سه رقیب داشتم. یکم رقیب من از اوکراین بود. من مغلوبش کردم و دور فینالی رو یافتم. در فینال رقیبم از کشور روسیه بود. در اونجا من شکست خوردم. از همون سبب جای دوم رو اشغال نمودم. جای دوم من فکر میکنم در یک مسابقه سطح جهانی این جای افتخاری است. زیرا وقتی که شما بالای منبر پیدستال میگویند بالای اون میبروید و به شما مدال ها مثلا افتخار نما ها تقدیم میگردد. میونی چندین ورزشگرانی که شاید از زیاد از 20-25 کشوری جهان باشد اونجا اشتراکچیان پرچم تاجیکستان نیز پرافشان میگردد. این یک افتخار بزرگ است و شما ورزشگران سعی و تلاش بران میکنید که موفق امکانیت های داشته خود هر زمان در مسابقات سطح جهانی شرکت میکنید، تاجیکستان را کشور عزیزمون را معرفگر باشید. من فکر میکنم با چنین شهروندان، با چنین ورزشگران هر یک دولت و ملت افتخار میکند. زیرا محض شمایان سبب میشوید که پرچم تاجیکستان در دیگر کشورها پرافشان بگردد، اون هم با اشتراک در مسابقات سطح جهانی. خوب محسن، سال 2018 هم این مسابقه به فکرم اولین مسابقهتون بود که در سطح جهانی اشتراک کردید. بله. یعنی بیرون از کشور و جای دوم رو اشغال کردید. چگونه احساس بود وقتی که شما بالای منبر بر اومدید، پرچم تاجیکستان اونجا پرافشان میشد؟ چگونه احساس بود؟ احساس خرسندی داشتم، اما میخواستم که یکم جا بگیرم. وقتی یکم جا میگیرید شاید احساس بود دیگرگونه است. بله، به هر حال مشق و تمرین هایی که داشتم کردم در این مسابقه بین المللی جای دوم رو اشغال نمودم. یعنی گفتنیت که مشق، یعنی تمرین کردن به هر یک ورزشگر فایده خوب هم میدهد. پیش از مسابقه باید تمرین خوب بکنید، تیار بشوید، در حالت آماده باش قرار بدهی خود را. زیرا هر یک مسابقه کفالت نمیدهد که تو جای حداقل سیوم رو اشغال بکنی. یعنی مشق های پیوسته توانید شما رو در این مسابقه سطح جهانی که اولین بار اشتراک کردید با گرفتن جای دوم سزاوار بگرداند. خوب، باز در کدام مسابقات سطح جهانی شرکت کردید؟ دوم مسابقه هم در شهر آلماتی بود. در اونجا من جای دوم رو اشغال نمودم. جام آسیا بود. مسابقه جام آسیا. در اونجا از تاجیکستان یک 30 نفر به فکرم ورزشگر رفتن. همین نمودی تکواندو چند نمودی رقابت خود رو دارد. ما همین وقتی جام آسیا رفته بودیم، من در نمودی تیل جای سیوم رو اشغال نمودم. بعد از آن در نمودی سپارینگ جای دویوم رو اشغال نمودم. بعد در نمودی گروهی سپارینگ تاجیکستان جای اول گردید. یعنی دسته منتخب تایکواندوچیان تاجیکستان در نوع سیومی که شما گفتید جای یکم رو اشغال کرد. بله. بهترین. در عموم شما در این مسابقه از طرف خودتون به جای چند مشرف گردیدید؟ من به بالای منبر دو بار بر اومدم. تنها سیوم بار گروهی بر اومدم. مدال های این مسابقه رو گرفتم. پرچم تاجیکستان پرافشان شد. خوب محسن، اکثریت ورزشگران، اکثریت جوانانی که در نوع ورزش تایکواندو تف مشق میکنند، اونها در یک زمان باز با یک نوع ورزش یا دو نوع ورزش دیگر مشغول میشوند. اکثریت اونها رو میدونیم که با کیک بوکسینگ یا کاراته مشغولند. شما چی؟ من باز با نمودی ورزش کیک بوکسینگ مشق میکنم. من از این نمودی ورزش در مسابقه جمهوری جای اول رو اشغال نمودم. کدام سال بود؟ 2014 سال بود. پیش از وای من یک دوبار برومدگی بودم. جای اول رو هم خیلی اشغال نمودم. خوب، جای اول رو گفتید اشغال نمودم. این با جای اول مشرف گردیدن فقط بین با سین و سال ماین میگردد. یعنی شما بین نورسان چیمپیون تاجیکستان گردیدید از این نوی ورزش هم. اون زمان یعنی خورد بودید؟ بله، در اونجا از 16 ساله، 17 ساله، 18 ساله اشتراک می نمویان. من میانی همانها
чемпионы Таджикистан гарита. Ба фикри шумо Мухсин, чун шумо як варзишгари фаул астед, як варзишгари джавон хам хастед. Чаро масалан варзишгарон ду ё се навъи варзишро дар як замон интихоб мекунанд ва машқи тамрин мекунанд? Бо чӣ сабаб? Ҳар як намуди варзиш ба худ қоидаҳои худашро дорад ва ҳар яки онҳо хубанд. Масалан, агар дар мисоли шумо бигирем, чаро бо вуҷуди он ки ба тайквандои теф машғул шуд, боз ба кикбоксинг машғул шудед? Тайквандо ва кикбоксинг ин намудҳо ба ҳамдигар наздиканд. Тақрибан қонуну қоидаҳошон як хел аст. Боз як сабаби дигар шуд ки ман ба ин кикбоксинг машқ мекунам. Ин ба наздикӣ ин намуди варзиши кикбоксинг ба намуди олимпӣ ворид мегардад. Ба мо варзишгарон метонем дар бозиҳои олимпӣ иштирок намоем ва Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ معرفی کردنی بهترین من فکر میکنم که دیر یا زود شما با این نیتتون با این مقصدتون میرسید و ما نیز از اون افتخار میکنیم که شما جوانان شما ورزشگران در بازی های المپی شرکت کرده پرچم تاجیکستان را میان زیاده از 100 کشور که مثال در بازی های المپی اشتراک میکنند معرفی کرده باشید باز یک نوار دیگر از مسابقات شما تماشا میکنیم پس اون صحبتام رو ادامه میدیم بعد از شنالازه برمیگردیم و رو همراه باشید. دوستان برگشتیم سر صحبتمون همراه ورزشگری جوان و موفق محسن مولاجانوف. خوب محسن ما آگاهیم که شما یک عنوان دیگر هم دارید که این عنوان به هر یک ورزشگر هم مشرف نمیگردد یعنی چمپیونی جهان. این چگونه به شما میسر شد؟ این عنوان رو من سال 2019 در دولت بلغارستان در شهر پلوفدیو صاحب شدم در این مسابقه از دولت تاجیکستان 28 ورزشگر اشتراک نمود فقط از میانی آنها همین 28 نفر ورزشگری که در این مسابقه چمپیونات جهان اشتراک کردند فقط شما جای یکم رو گرفتید من و یک ورزشگر دیگر سیاوش ابراهیموف این عنوان را صاحب شدیم یعنی از میانی 28 نفر ورزشگر فقط با دو نفر شما امکان دست داد که چمپیون جهان یعنی عنوان چمپیون جهان را در سال 2019 کسب کنید بله خوب از جریان مسابقه حرف بزنید چقدر ورزشگران از چند کشور اشتراک میکرد رقیباتون کی بودند در مسابقه از 74 دولت اشتراک نمودند یکم رقیب من از دولت ژاپن بود ما در روز اول از نمود گروهی اشتراک نمودیم یکم رقیب من از دولت ژاپن بود اون مرا 2-1 مغلوب کرد دویم رقیب من از دولت یونان بود
من اون رو 4 بر 0 مغلوب کردم. سیوم رقیب من از دولت کانادا بود. من اون رو همین طور بر 4 بر 0 مغلوب کردم. یعنی شما سه مسابقه داشتید، سه رقابت داشتید؟ یکم روز سه رقابت داشتم. در روز دوم من در دور نیم نهایی برآمدم. رقیب من از دولت ازبکستان بود. من اون رو 4 بر 0 مغلوب کردم. و همون روز من به فینال راه یافتم. رقیب من از کره شمالی بود. من اون رو 2 بر 1 مغلوب کردم و عنوان چمپیون جهان رو سزاوار شدم. خوب چگونه بود احساس؟ چمپیون جهان عنوان کسب کردید و مثلا در بالای همون پدیستال بر اومدید. این احساسات به من خوش و خرسندی بود. من خیلی شاد شدم. من این گناه احساسات یکم وقت نداشتم. باور کنید این افتخار بزرگ بود که در این مسابقه سطح جهانی پرچم خود رو بلند برداشتم. محسین، من از این گناه احساساتی که مثلا شما در آن همون مسابقات سطح جهانی در چمپیونات جهان همون لحظه شما رو فراگیر بود، چندین مرتبه از مثلا زبان ورزشگران شنیدم که به حد احساسات خوب است، به حد احساسات خوش است و بعضی اونها هم میگویند که اون احساسات رو نمیشود به زبان گفت. به هر حال ما تشکر میگویم به شما و به دیگر ورزشگرانی که توانستند در مسابقات سطح جهانی کشورمون رو به سطح و صفت ارزنده معرفگر باشند. خب این مسابقه رو گفته سال 2019 هم بود. بله. یعنی آخرین مسابقه تان در سطح جهانی بود؟ بله. خوب محسن، اگر این آخرین مسابقاتون بود تا با امروز ها، یعنی خوب همگان میدونند که بعد از سال 2019 سال 2020 فرا رسید و جهان در چی وضع قرار داشت در سال 2020 تا با امروز، یعنی از اولی سال شما در یگان مسابقه اشراک نکردید و این هم سبب دارد. چی نقشه ها دارید؟ به نزدیکی یگان مسابقه میشود در سطح جهانی عموماً بیرون از کشور که شما در آن اشتراک میکنید؟ تا آخر 2020 یکان مسابقه نمی شود. 2021 سال ما با چمپیونات جهان تیاری میبینیم. یعنی در نقشه ها همین گونه است که شما باید در مسابقات سال آیند که در سطح جهانی عموماً بیرون از کشور می شود فعالانه باز شرکت بکنید. بله. آفرینتون. خوب دیگر یکان مسابقه نمونده است که در برایش حرف بزنیم؟ نه. ورزش سلامتی نیرومندی و مستحکمی اراده است. در این برابر انسان ها را از عمل های نامطلوب و زشت و زیان‌آور دور می سازد. این شعاری است که محسین ملاجانوف آن را هنوز از خردی در هوش و ذهن خود جای داده است. برای با ورزش مشغول شدن محسین محیط خانواده علال خصوص برادرش که ورزشگر بود سبب شده است. او محسین را با خود با تالار تمرین می برد. همین گونه مهر و محبت ورزش تایکواندو در دل محسین نیز مسکن گرفت. امروز ها باشد محسین یک جوان 23 ساله است. اکنون پیروزی را از ناکامی 100% فرق میکند. گرچنده که یک دو بار مغلوب شده است ولی او را ناامید نساخته است. برعکس جهد و تلاشش برای موفق شدن زیاد گردیده است. اشتراکش در مسابقات چی سطح جمهور و چی بیرون از کشور که دستاوردهای زیادی را صاحب شده است او را باز هم میان دیگر ورزشگران همسال خود موفق گردانیده است و شخصیتش را شناخته. شروع از سال 2017 این جانب محسین ملاجانوف با زیدههای بلندی ورزش نویل گردید. او در مسابقات گوناگون آسیا و اروپا در چمپیونات های جهان شرکت کرده زینه های اول را کسب نموده پرچم برداری کشور خیش و معرفگری دولت و ملت خود گردیده است.
давлатҳое, ки онҷо Муҳсин Муллоҷонов дар мусобиқоти роҳандозӣ шудаашон иштирок кардааст, Болгария ва Олмон, Россия ва Қирғизистон, Узбекистону Корея бар ин кишварҳо мебошад. خلاص محسین مولاجانوف با تجربه 19 ساله ورزشی خود که دو مرتب در سطح جهانی از نوع ورزشی تایکواندو تیف چمپیون هم شده است او را با یک جوان با یک ورزشگری موفق و کامران و کامیاب تاجیکستانی مشرف گردانیده است او همچون یک نفر ورزشگری با اراده و متین و معرفگری تاجیکستان در عرصه بین المللی سازوار عنوان های چمپیون جهان قهرمان آسیا و چندین کرد چمپیون تاجیکستان از نوع ورزش تایکواندو تیف گردیده است همچنین او دارنده دنیاک استاد ورزیده جمهوری تاجیکستان استاد ورزش درجه بین المللی از نوع ورزش تایکواندو تیف است مقصدش هم معلوم جایزه دار بازی های المپی شدن از نوع ورزش کیک بوکسینگ پس برایش باز هم موفقیت میخواهیم و میگوییم که محسین مولاجانوف تو با هنر و مهارت ورزشیت جهان زیب هستی خوب محسین اندک اندک به انجام برنامه میرسیم ولی پیش از اون که برنامه رو انجام بدهیم یک روبریکای دیگر یک بخش دیگر داریم که در اونجا 5 سوال دیگر است یعنی اون سوال ها کمی خصوصیت کنجکاوی دارد با شما این 5 سوال رو میدهیم پس اون با شما خیر خوش میکنیم همچنین با تماشابینان شما تیارید بله کوشش میکنم خوب محسین سوال اولیمون است اگر رفتو در حالت بحران یعنی کریزیسی مالیوی دوچار شدید یگان میدالی تیلوی که از یگان مسابقه سطح جهانی به دست آوردید میفروختید؟ نه نمیفروختم و یه یادگاری است از مسابقه سطح جهانی سوال دویم آخران بار کی و چگونه کتاب رو مطالعه کردید؟ عادتا من کتاب ها به زبان روسی میخونم آخران کتاب من چلویک امفیبیا بود سوال سوم محسن اگر از میون حیوانات، حیوانات خانگی، یکی رو همچون دوست انتخاب میکرده، چگونه حیوان بود؟ من ذوق ندارم و انتخاب کردن دوست از بین حیوانات، اگر ذوق میداشتم، گربه رو انتخاب میکردم. خوب، سوال چهارم. نه همه مکتب بچه ها، همه فن های مکتبی رو دوست میدارن. مثلا شما زمانی که در مکتب تحصیل میکردید، کدام فن رو بد میدیدید؟ Математика. Саволи панҷум. Боре ҳам ҳангоми тамрин ягон зарбаи сахт бардоштаед, ки бо ҳамин сабаб хостед, ки тарки варзиши тайквандо ё ин ки кикбоксинг кунед? Бале, як бор зарбаи сахт хӯрда будам, пӯям шикаста буд. Хеле тамрин накардам, вале хоҳиши онро надоштам, ки тайквандоро тарк кунам. Хуб, ташаккур, Муҳсин, барои جوابهای دادتون من برای اون که اومدید و در برنامه ما شرکت کردید و اطراف دستاوردهای خود اطراف مسابقه هایی که در سطح جهانی شرکت کردید و عموماً معرفی وطن در سطح جهانی با ما هم صحبت شدید محسن به خاطر اون که شنیدیم آگاه شدیم که شما نیز همچون یک نفر شهروند نمونوی همچون یک نفر ورزشگری جوان و موفق در مسابقه سطح جهانی شرکت کردید و پرچم بردار تاجیکستان گردیدید تلویزیون سفینه همین گونه اقدام گرفته است که به شما برین ها یک هدیه کوچک تقدیم میکند اون هم به خاطر شاید هوسمندی شود برایتون و بیروید در سطح جهانی منبر نیز در مسابقه بین الملل شرکت کنید و تاجیکستان رو معرفی کرده باشید این هدیه به شما تقدیم کرده می شود دیپلم مبارکتون بود تشکر سلامت باشید تشکر به شما تشکر به تلویزیون سفینه این تحفه را لایق دانسته زنده باشید سلامت باشید بینندگان عزیز یادآور میشویم که در نقش نوبتی برنامه‌مون مهمان بودند محسین مولاجانوف یک نفر ورزشگر جوان و موفق همینجا برنامه جهان زیبا خیلی میرسد ولی اینو فراموش نسازید که تاجیکان با هنر و مهارت خود زیبی جهانند باقی خوش و خوب و موفق باشید